آقای سرتاج امروز همچنان با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، زرار احمد عثمانی سرپرست وزارت امور خارجه و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرده است. بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این نخستین بار است که آقای عزیز به افغانستان سفر می کند. پیش از این، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان طی 13 سال کارش 20 بار به پاکستان سفر کرد، اما نتوانست همکاری این کشور را در مبارزه با توریسم و روند صلح افغانستان جلب کند. هرچند امیدواری ها و خوشبینی ها وجود دارد که ممکن این سفر سرتاج عزیز در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان مفید واقع شود، اما کارشناسان میگویند تا زمانی که پاکستان سیاست فعلی خود در برابر افغانستان را تغییر ندهد، فکر نمی شود که صلح و امنیت در این کشور تأمین گردد.